رادیو تلویزیون میهن. فرکانس جدید ماهواره یوتلسات 7A7B at 7 degree east. ترانسپاندر A1. فریکونسی 10721 مگاهرتز. پولاریتی هوریزنتال. سیمبل ریت 22000. FEC 34. درود بر بینندگان و شنوندگان گرامی تلویزیون میهن. همچنین درود به جناب بهبهانی. من امیدوارم بینندگان و شنوندگان گرامی هفته خوشی رو گذرانده باشن و هفته خوشی دیگه در پیش داشته باشن. ولی در هفته که گذشت هفته خوبی نبود، به خاطر اینکه قتل جورج فلوید در مقابل کامرا دوربین که واقعا خیلی گلخراش بود. ولی خب پس از اون این قارت هایی که شدن، کسب ارزی های کوچیک و بزرگ اصولا نراتیو یا این داستانواره رو عوض کرد و خیلی توجه ها رفت به طرف جریان دیگه. در صورت در بیشتر شهرهای بزرگی امریکا تظاهرات بزرگی شد و بعدش هم خیلی محله ها غارت شدن. البته در سال 92 که چنین تظاهراتی ما داشتیم بازم و به ویژه در لس آنجلس چند تا پلیس به شخصی می زدن، یه دو فیلم برداری شده بود، همه چیز ثبت کردم تا اینکه دادگاه اینا رو تبرئه کرد. و بعد اینکه تبرئه کردیم شورش ها و تظاهرات ها و قارت ها شروع شد. ولی خب این بار اصلا قبل از این که حالت محکوم به متهم شد، یکیشون و در حال حاضر هم هر چهار نفرشون متهم هستن، ولی خب صدمه بزرگی به کسب‌ورزی های کوچیک خورده نمیشه، چون خب کسب‌ورزی های بزرگ معمولا میتونن از اختش بر بیان از این خسارت هایی میبینن، ولی کسب ارزی کوچیک که بر فرض سالی 25000 دلار 30000 دلار می‌سازن، با اینکه بر فرض 14 ساعت 15 ساعت می‌ذارن سر کار، وقتی اینجور غارت بشن و احتمالاً مکان کارشون آتیش زده بشه خیلی غم‌انگیزه. و البته خیلی وحشت زده شده بودن از این موضوع، ولی خب بعضیا بسیار در رفتن و بعضی ها گرفتار شد. در اصل فرق مهمی هم که قابل توجهی هم که این بار داشتیم غارت کردن ها، چون تظاهرات مسالمت‌آمیز شنفته نمیشه کسی باش مخالف باشه، اصولا همه تاییدش میکنن و پشتیبانش هستن. خب وقتی کار به غارت کردن میرسه خب خیلی هستن مخالفش هستن. خب پلیس هم سعی میکنه جلوشو بگیره، ولی بستگی داره به امکاناتی که بهشون میدن. ولی تفاوت عمده‌ای که داشت این بار، معمولا در سال 92 که تظاهرات گسترده‌ای در لس آنجلس شد و خیلی جاها رو آتیش زدن، بیشتر در محله‌های طبقه متوسط و فقیر بود که این بحث پیش اومد، ولی در حال این بار بیشتر این غارت شدن‌ها در های اند یا خیلی محلهای گرون قیمت و اتفاق افتاد که برفرض در بیبرلی هیلز یا به همجور فیرفکس دیستریک که هر دوش یک محلهای خیلی سطح بالاییه و خیلی همونجا یهودی ها زندگی میکنن و بیشتر این محلهای گرون قیمت غارت شدن که برفرض کیف‌های 700 دلاری و 1000 دلاری توش می‌فروشن و همه رو بردن و خیلی هم محله رو آتیش زدن که این قتلی که اتفاق افتاد و بهش توجه می‌شد این مقدار رفت زیر سایه این کار بدی که بعدش شد. در صورت
برخوردهای مختلف در شهرهای بیشترین وضع در شهرهای شهرداراشون دموکراته و فرمانداراشون هم دموکرات هستن، مثل نیویورک و لس آنجلس، کالیفرنیا. خیلی محدودیت دارن در این برخورد کردن با قارت کردن یا لوتینگ. برفرض در نیویورک حتی اجازه نمیدن که پپر اسپری و گاز اشکاور استفاده کنن. شهردارش اجازه نمیداد که استاندارش میگفت میخواییم یا فرماندار ایالت میگفت میخواییم برکنارش بکنم من برای اینکه این کار جلوی این خرابی ها رو بگیرم. خب در لس آنجلس یه مقدار امکانات بیشتر بود و یه جایی دستگیر کردن و دیروز خوشبختانه هیچ غارت کردنی در کار نبود و تظاهرات مسالمت‌آمیز بود. مثلا یک واقعی بود که خیلی در هفته گذشته غالب شده بود به تمام خبرهای دیگه و مسائل دیگه که وجود داره. خیلی هم غم‌انگیز بود این قتلی که اتفاق افتاد و البته همیشه یکی این اتفاقات میفته. آدم های نخاله در پلیس هم هستن، در همه جا هستن و وقتی اتفاق هم میفته و اونن مردمان معمولی حسابشی پس میدن. برف از این کسورزی های کوچیک که البته من یک دوتا عکسش هستش من بتونم پیدا کنم. بله اینجا اسمشون هستش ابو بکر که یک محلی داشته برای کارش، چایلد کیر برای بسال بچه اونه در میفروخته و یکی دیگه هستش که خانم معصومه صدیقی که نزدیک 200,000 دلار از انبالی که در بیزینسش که جواهر فروشی داشته یا قارت شده. عکسش هم در اینجا هستش، همشون هم مسلمون هستن. میبینیم که واقعا این قارت هایی که میشن مردم حتما فروشگاه لوی ویتون و غیره نیستن، به خیلی به صلاح های اند هم. و این کسورزی های کوچیک اینجور سنه میبینن جبران کردشون برای خیلی سخته. بگذاریم این وضعی که هفته گذشته وجود داشته ولی خوشبختانه دیروز اتفاق نیفته از در غارت شدن و تمام این پلیس هم متهم شدن و به احتمال زیاد هم محکوم خواهند شد چون شواهد خیلی آشکاره. و نکته دیگه هم که قابل توجه برای ما ایرانی ها اینه که در این جریان تظاهراتی یعنی یه یک هفته طول کشید تیراندازی در کار نبود، گروه زدنی در کار نبود، برعکس حقوقی که مردم ایران دارن زیر رژیم جمهوری اسلامی و تک تیرانداز میفرسته رو پشت اونا و مردمی که برای حقوق آزادی های فردیشون و حقوق طبیعیشون تظاهرات میکنن با گوله میزنن. در اصولا چنین چیزی در امریکا اتفاق نمیفته. ولی خب جالب اینجاست که رژیم های دیکتاتوری مثل چین کمونیست و جمهوری اسلامی خامنه میان از ایراد میگیرن از امریکا. واقعا خیلی مسخره است که چنین آدم های جنایتکاری که اصولا هیچ حق و حقوقی برای مردم خودشون قائل نیستن این رژیم ها بیان در از امریکا ایراد بگیرن که اصولا تظاهرات یه حق برای غارت کردن حق نیست و هم جلوگیری هم که میشه از غارت کردنه و یعنی هرچی مردم تظاهرات میخوان بکنن پلیس هم باشون همکاری میکنه تا وقتی مسالمت‌آمیزه. در وقتی خارج بشه از مسالمت‌آمیز بودن در بعضی شهران مثل نیویورک که شهردارش اجازه نمیده حتی گاز اشکاور هم استفاده کنن یا پپر اسپری هم استفاده بکنن. ولی خب در اصل می‌بینیم که چه فرقی داره این
مشکلاتی که مردم دارن با دولتشون در امریکا چجوری باش برخورد میشه و در جمهوری اسلامی، در چین کمونیست، در ونزوئلا چجور برخورد میشه که اصولا تیراندازی میشه، به ویژه در ایران جمهوری اسلامی بی‌رحمانه مردم رو میکشه و خب در تظاهرات آوان گذشته ما هنوز خیلی تازه است آخرین اتفاق که افتاد، چقدر خوش مرتمیز با مردم برخورد میشه و چقدر وحشیانه است در هر صورت در رژیم های مثل جمهوری اسلامی. ولی خب در امریکا هرچند هم که بر فرض غارت هم زیاد بود، با اینکه این در چند شب گذشته با این وجود حتی مصدقه یه گوله هم نشنفتیم، در حالت به تو استثناء وجود داشت که ربطی هم نداشت من بسن. اصلا این وضعی هست که وجود داره از این نظر. اتفاق دیگه هم که البته در هفته گذشته گزارش بیکاری منتشر شد در امریکا، 21.1 میلیون نفر در امریکا بیکار هستن و حقوق بیکاری میگیرن. البته نسبت به هفته گذشته چیزی مثل 3.9 کمتر شده این کسانی که برای بیکاری حقوق بیکاری میگیرن. خب یه علامت خوبیه، ولی خب 3 میلیون بیکار خیلی چیز بدی و ما میدونیم که این کرونا ویروس که تمام اقتصاد رو فلج کرد در دنیا، خب به ویژه در امریکا هم همینجور خیلی صدمه زده و خیلی جا رو بستن، برفض لاس وگاس که مردم میرفتن تفریح میکردن و همیشه به قول معروف جایی سوزن انداختن نبود، همه چیز متروک شده بود. البته اونا هم دارن باز میکنن و اندک اندک و خیلی البته خیلی گرون براشون تموم خواهد شد، چون انبوه شدن مردم باعث گسترش ویروس کرونا میشه و باید اون فاصله اجتماعی گرفته بشه که خیلی مهمه اصولا، فاصله اجتماعی و اون نقابی هم که میزنن به جلوی دهن، ولی با اهمیت اینا تأثیر قابل ملاحظه گذاشته در عدم گسترش بیماری کرونا تا به حال. و تو فعالیت زیادی هم هست که برای پیدا بکنم واکسنشو، ولی خب باید در یه سال طول خواهد کشید تا واکسنش تهیه بشه. اینجوری هم که میگن حتی وقتی واکسنش هم تهیه بشه، برفض در امریکا چیزی بیشتر از 45% مردم واکسن نمیزنن، موزه دارن جوش. ولی خب در اصل این امکان به صرف مردم فراهم میشه که انتخاب بکنن میخوام بزنن یا از واکسن استفاده بکنن یا نکنن. در اصل این بیکاری صدمه قابل ملاحظه زده به اقتصاد امریکا و اینجور که من دیدم میگفتش که 10 سال طول خواهد شد که این صدمه که اقتصاد امریکا خورده جبران میشه تا سال 2030. خب خیلی از ما زنده نخواهیم بود. بگذاریم این وضعی که از در اقتصادی وجود داره. اتفاق دیگه هم که هفته گذشته افتاد و خیلی مهم بود به این بود که توییتر، خب ترامپ همیشه توییت میکنه و در توییتر یک گروهی هستن که چک میکنن ببینن این حرفایی که زده میشه در توییتر درست یا غلطه و اعلام کردن که توییت که ترامپ کرده غلطه، واقعیت نداره، فکت نیست و در صورت یک درگیری بین ترامپ و توییتر ایجاد شده و البته قانونی وجود داره که فرست امندمنت حق به اصطلاح صحبت کردن به اصطلاح و آزادی بیان رو نمیتونه کسی بگیره و روی اون قانون پرزیدنت میتونه یک دستورهایی بده که کسانی که این خلاف رو میکنن به اصطلاح جریمه بشن و به جوری تنبیه بشن و این دعوا شروع شده و به احتمال زیادم
طبق معمول تو امریکا همه چیز به طبق قانون باید انجام بشه، به کورت یا منتهی خواهد شد و در نهایت احتمالا میره به سوپریم کورت، دادگاه دیوان عالی کشور معادلش در ایران وجود داشته و ببینیم چی میشه. در از یک جدالی که از این نظر شروع شده. البته از نظر اقتصادی ما میدونیم که از نظر ساختن وسایل تکنولوژی مثل چیپ سازی و غیره امریکا خیلی عقب افتاده و تمام بیشتر کارخونه‌هاش رفته تو خارج از امریکا، تمامش نه بیشترش، به ویژه چیپ سازی تکنولوژی. قبلا هم صحبت شد برف از که این سازنده اپل برای اینکه چیپس چه بسته رفته بوده کره جنوبی داشت سعی میکرد پیدا بکنه چیپسی که میخواد بسازه. در حال حاضر چیپس ها بیشتر در برای امریکا بیشتر در تایوان ساخته میشه و امریکایی خب سعی میکنن که بخشی از این زنجیره تولید وارد کشور خودشون بکنن، از خواب بیدار شدن که تمام این تکنولوژی پیشرفته ساختنش که خیلی مهم هم هستش از امریکا خارج شده به خاطر گلوبالیزیشن شدن و جهانی شدن اقتصاد، به ویژه وقتی چین کمونیست وارد میدون شده و درمان شده کارخونه جهان، همه رو چین کمونیست می‌سازه، هر کس هر چی می‌خواد معمولا از چین کمونیست باید بیاد. کافی نگاه بکنیم اون چیزهایی که می‌خریم ببینیم که کجا ساخته شده، احتمال زیاد در چین کمونیست ساخته شده. ولی شرکت‌های چیپس ها معمولا در خود امریکا طراحی میشه، از سر تکنولوژی ساخته میشه، ولی فیزیکی ساختنش میره در تایوان و چین کمونیست و غیره. ولی خب صنایع چیپ سازی در امریکا هستن مثل لم ریسرچ و اینتل و غیره، احتیاج به کمک دارن از طرف دولت که بتونن در امریکا این چیزا رو بسازن. به عنوان مثال یعنی درخواست کردن چیزی مثل 37 بیلیون دلار کمک برای ساختن این کارخونه ها و رو انداختن این تشکیلات چیپ سازی که خیلی اهمیت هم داره واقعا برای امریکا. از طرف دیگه خب ما میدونیم که در چین کمونیست رشد اقتصادی خیلی شدید داشته در این تقریبا 30 سال گذشته، نمیشه 20 سال گذشته، و همیشه یک هدفی رو معین میکرد حزب کمونیست چین، دفتر سیاسیش، و باید اون اجرا میشد و معمولا خب یه درصدی مثل البته تا 12% یا تا 14% رشد اقتصادی داشته برفرض در سال 2007 مثلا. ولی خب در حال حاضر رشد اقتصادیش رفته زیر طبعا بالای 6% و چیزی کمونیست هم صرف نظر کرده از اینکه معین بکنه که چقدر باید رشد اقتصادی داشته باشه، چون با امکان محدودیت هایی که براش ایجاد شده و درگیری ها که با امریکا داره و مشکلات که کرونا وایروس ایجاد کرده و اینجور که گزارش می شد. امروز من دیدم چین کمونیست هواپیماش به همون سفر میان به امریکا، ولی امریکا شرکت هواپیماییشو چین کمونیست ایزی نمیده بره چین کمونیست به چین. به خاطر همین هم امریکا هم اعلام کرده که بفرض یک مهلتی هم داده بهش که اگه چین کمونیست نذاره هواپیمای امریکایی مسافر برن به چین، امریکا هم جلوی اومدن هواپیمای چینی به امریکا ممنوع خواهد کرد. و خب این سوء استفاده هایی که چین کمونیست هر وقت بتونه انجام میده، یک طرف سود میبره و ایزی نمی طرف سودی ببره. و
خب در حال حاضر این درگیری هستش با دولت امریکا و یکی از اون بنیادهایی که بر فرض دولت ترامپ روش متکی اینه که تجارت اقتصادی باید منصفانه باشه و به ویژه با چین کمونیست. و میدونیم که قبل از اینکه ترامپ سر کار میاد چین کمونیست 500 بیلیون دلار صادرات داشت به امریکا، بیشتر از 500 بیلیون دلار به امریکا، چیزی نیست که 200 بیلیون دلار صادرات به چین داشت و یه موازنه خیلی منفی وجود داشت به ضرر امریکا و این باعث شده بود که چین کمونیست از این بازاری که داشت برای فروش بتونه تا میتونه تولید بکنه و بفرسته امریکا و به مصرف بفروشه به امریکا و رشد اقتصادی قابل ملاحظه‌ای داشته باشه و تبدیل بشه به دومین اقتصاد جهان، چیزی نزدیک 12 تریلیون دلار تولید ناخالص ملی شه. در صورتی که خب امریکا هنوز خیلی جلوتر از اون 22 تریلیون دلار تی تولید ناخالص ملی شه. البته من به خاطر میارم که سالهای 80 صحبت 2 و 3 تریلیون دلار بود ولی خب الان یه بالای 22 تولید ناخالص ملی شد. چقدر این کرونا اینو پایین آورده، بس که 3% امسال میخواد پایین بیاره تولید ناخالص ملی امریکا رو. ولی خب وقتی باز بشه مردم بتونن فعالیت اقتصادی بکنن، این محدودیت برداشته بشه و در ترتیب بیماری کرونا یا مردم واکنش طبیعیش رو داشته باشن و مسئول بشن یا اینکه واکسنش پیدا بشه، اینا این بالاخره برطرف خواهد شد. ولی یک هشداریه که در آینده همچنین اتفاقی خواهد افتاد و حالا چقدر بهتر بتونن در آینده این رو جلوش بگیرن. مسئله دیگه هم که هستش از نظر قدرت اقتصادی امریکا اینه که بازار سهام کشورهای مختلف جهان رو مقایسه بکنیم با امریکا، در این به اصطلاح سال بعدی که وجود داشته بر فرض نیویورک استاک اکسچنج 22% بالا رفته در یک سال، نسدک بیشتر از 11.7% بالا رفته، نسدک تکنولوژی انقدر بالا رفته، نسدک کامپوزیتش بیشتر از 5% بالا رفته، S&P 500 بیشتر از 5.8% بالا رفته. ولی در مقابلش البته نسدک کامپوزیت ببخشید 5.8% منفیه، شانگهای 6.5% منفیه، هنگ کنگ 18.5% منفیه، ژاپن 7.5% منفیه، ما رو اروپایی ها 19.4% منفیه. می‌بینیم که اصولا هر جای دنیا رو که نگاه میکنید نسبت به امریکا عقبترن از نظر بازار سهامش و اینه که علت واقعیش اینه که پولا اینجور میاد به طرف امریکا از هر جای دنیا. البته در حال حاضرم اگر از بخواییم از بازار سامان باید صحبت کنیشه در این برنامه حرف تو حرف اومد فراموش شده است. در اصلا در حال حاضر عزیز فهمید من یه نگاهی بکنم به بازار سهام، اینه به اشتراک بذارم من اینو آپدیتش کنم، مطمئن باشم که بیرونم نکرده. بله این طرف هم من اینو به اشتراک بذارم با شما. بله همچنین مشاهده میکنید در حال حاضر داو جونز 0.1% منفیه، نزدک هم منفیه 0.3% و S&P 500 هم منفیه. ولی از طرف دیگه نگاه بکنیم میبینیم داو جونز 26268 تقریبا داره میرسه به همون 27000، بالای 27000ش خیلی نزدیکه. نسبتا خوب میدونیم تا 19000 و 18000 هم مثل که پایین رفته بودیم اوجش.
میدونی که بازار سهام امریکا اصولا میخواد کرونا باشه، میخواد شورش های شهری باشه، میخواد دعوای امریکا و چین باشه، کاری به نفع نداره و مرتب افزایش پیدا میکنه. البته در این میون یه سری شرکت هایی هستن که میدونی در هفته گذشته برفرض ببینیم چقدر داو جونز بالا رفته در هفته گذشته، این امروزه که خب بالا رفته بود بعد پایین اومده، ولی در از یک هفته مشاهده میکنی که منحنیش مثبته و از 25,000 پایین ترینش 25,032 و بالاترینش 26,384، ولی خب در حاضر اینیم که 26,266 و به طور کلی از هفته پیش تا حالا مثبت بوده. به اتفاق که افتاده اصولا از این نظر اتفاقی که در این نظر افتاده اینه که شرکت های خیلی بلکه خیلی صدمه دیده بودن باز در جریان کرونا، شرکت های مثل شرکت های حکومسازی، هتل ها که لاس وگاس وجود دارن یا در هر جای دیگه وجود دارن، کشتی های تفریحی که وجود دارن، اینا سهامشون به شدت پایین رفته بود و بعدش اینجا من اینو به اشتراک بذارم بعضی از اینا رو، این لحظه فرصت من بدیم. به عنوان مثال همونجا مشاهده میکنیم برفرض MGM که چند تا هتل بزرگ داره در لاس وگاس فقط، امروز بیشتر از $1 بالا رفته قیمت سهامش، البته ما نمیخوایم تو چارت و اینجا توجه بکنیم به $5 رسیده بودش در واقع شاید به این دو سه هفته پیش، یا به $5.90 رسیده بود، ولی خب الان هستش 21.33 و می‌بینید که 4 برابر شد. این وضعی در مورد بقیه شرکت‌هایی که در لاس وگاس هستن و برفرض سیزر پالاس در اینجا می‌بینید که از $3.22 به $14.74 رسیده و همینطور لاس وگاس سنز بله ناصر در سنز هم میبینیم که از 33.29 رسته به 74.29 ولی پایین ترینش 33 بوده، ولی خب الان میبینیم که شده 50. برابر این شرکت هایی هستن خیلی سلیمه ایده بودن و میبینیم چجور جبران کردن. این شرکت های هاسپیتالیتی روش میگن، هتل ها و جایی که مردم میرن تفریح میکنن، اصولا کار میکنن مردم برای اینکه تفریح بکنن. و همچنین شرکت هواپیماسازی، ببخشید شرکت هواپیمایی که مسافربری هستن، به عنوان مثال دلتا برفرض نگاه بکنیم تا 17.51 پایین رفته بوده و الان 31 که تقریبا 2 برابر شده. جنی وزیر یونایتد هم برفرض تا 17.80 پایین رفته بود الان 38. این اتفاق در واسطه این مصرف برفرض 4 هفته افتاده و اینجور افزایش داشتن و علت اساسی که بازار سهام اینجور به شدت بالا رفته اینی که این شرکت هایی که اینجور کوبیده شده بودن، شرکت هواپیماسازی، شرکت های هتل ها، به طور قابل ملاحظه بالا اومدن. ارزش سهام شما یک ایمیلی من داشتم که خانه بود که میخواست ببینیم این هر شکلی هواپیمایی رو مسافر برای سهامش بخره یا نخره، امیدوارم که خریده باشه چون به این شدت افزایش پیدا کرد، با اینکه در اون موقع پیش بینی میشد که شرکت هواپیمایی خیلی طول خواهد کشید تا بتونن برگردن به حالت معمولیشون،
تمام متخصصین که معمولا هم اشتباه میکنن، ولی خب چون متخصصن توجه میشه به حرفشون، میگفتن خیلی طول خواهد کشید، ولی ما مشاهده میکنیم که طول زیادی نکشید. البته چنین وضعی هم درباره شرکت های نفتی هستش که ما میدونیم که به شدت رفتن پایین و به صورت هم بالا آمدن. قبلا البته شرکت های نفتی رو نگاه کردیم، همونجا مشاهده میکنم یه برفرض بریتیش پترولیوم، شرکت نفت ایرانی انگلیس سابق، که تا 15 دلار رفته بوده ارزش سهامش پایین، الان خب 25 دلار، خب 10 دلار رفته بالا، زیاد هم نرفته بالا نسبت برای شرکت ها. ولی خب برفرض کانچو که یه شرکت نفت در خود امریکا بیشتر هم کار میکنه و کرکینگ هم زیاد کار کرکینگ هم هستش، تا 33 دلار پایین رفته بود و اگر میدیم 64 دلار دبل شده، دو برابره. و این کسان که توجه معمولا خب طبیعیه که در بازار سهام باید وقتی ارزون بخری بیرون بفروش، و وقتی که معمولا ارزش سهام ها خیلی پایین میره معمولا مردم خیلی مایوس میشن، خب این همجور پایین خواهد رفت، ولی خب معمولا اینجوری نیست، پایین نمیره همیشه. و کسانی که جرأتش دارن و مارکت همه چیز داره پایین میره و مایوس کننده است میخرن، مشاهده میکنیم که سود قابل ملاحظه میبرن. البته در امریکا چون خیلی الان در خونه کار میکنن و اینجوری که گفته میشه معامله زیاد میکنن، ترید زیاد انجام میدن، واسه خودشون اکانت باز کردن و شروع کردن ترید کردن، و به همین علت که مشاهده میکنیم که ما هم حجم خرید فروش سهام زیاد شده، و اینکه همین که بازار سهام اصولا کاری به کار تمام مشکلاتی که وجود داره، بیکاری 23 میلیون هیچ اشکالی نداره، بیماری کرونا مسئله نیست، غارت کردن ها اشکال نداره، همینجور فقط میره بالا. و همونجور قبلا هم صحبت شده یه جدایی وجود داره بین واقعیت ها و قیمت بازار سهام، و خیلی انتظار میکشن که بازار سهام یه سقوطی بکنه، ولی خب تا به حال هر کسی که معمولا روی این موضوع شرط بندی کرد و فروخ ترجیح داشت ضرر کرده، و این بالا رفتن قیمت سهام بازار سهام از دست داده. درصد این وضعی که در حال حاضر وجود داره، و فکر میکنم منظور کافی در باره بازار سهام الان صحبت شد. از فرمایید البته بحث شد که رشد اقتصادی کشورهای مثلا در حال توسعه به خاطر بیماری کرونا خیلی سخت‌تر خواهد بود، و پیش بینی میشه که بیشتر کرونا طولانی تری بکشه تا بتونن این کشورهایی که در حال توسعه بودن و به خاطر بیماری کرونا بسته شدن یا به هر ترتیب نتونستن کالاهاشونی بفروشن، چون معمولا برفرض بنگلادش خیلی از لباسهایی که فروخته میشه در اروپا و امریکا در اونجا ساخته میشه، و وقتی در نخرن در امریکا و اروپا، کشورها پیش رفته یا حتی برفرض چین کمونیست هم فکر کنم از اونجا وارد بکنه لباسها بیشتر، خب کشور فوق فقیریه، جمعیت خیلی زیادی داره و متکی به صادراتشه، دستمزد خیلی پایین اونجا، ضرر زیادی میکنه و جبران کردن این ضرر هم براشون سخت‌تره. به عنوان مثال که بنگلادش من ذکر کردم، و این وضعی هستش که طبق معمول کشورهایی که برفرض عقب افتادن یا در حال توسعه‌ان، وقتی این چیزا پیش میاد
وضع بدتری خواهند داشت و بعد خیلی شدیدتر بجنگن تا جبران بکنن این صدمه‌ای که از اقتصاد خوردن. همینطور البته کشور اروپایی خیلی علاقمندن که یک مالیات تکنولوژی تکس بذارن روی شرکت‌های غالب امریکایی مثل مایکروسافت و فیسبوک، گوگل، نتفلیکس. البته امریکا هم چونشون واسطه که شما چون این تکس بذارید روی تکنولوژی تکس بخواید بذارید روی کمپانی‌های امریکایی، من هم امریکا هم تکس میذاره بر شراب امریکا، من شراب فرانسه ببخشید و سایر کالاهایی که در اروپا صادر میکنه به امریکا، چون خب بنا خیلی شریک‌های اقتصادی خیلی بزرگی هستن از نظر واردات صادرات. اینه که برای فرانسه میخواست این کار رو بکنه و کاملا گذرونده بود تکنولوژی تکس، مالیات تکنولوژی، ولی خب بکاپ کرد، عقب نشینی کرد و گفت برای یه سال ما این کار نخواهیم کرد. ولی خب این جنگی که وجود داره حتی بین متحدین امریکا، خب اروپا متحدشه و معمولا هیچ وقت این اختلاف ها بزرگ نمیشد، ولی در این دوران حکومت رژیم ترامپ این مشکلات هم حتی بزرگ شده. البته در هفته گذشته در ایران بیماری کرونا خب صدمه بزرگی زد به اقتصاد ایران، چون بسته شد طبق معمول مثل همه جا و از اونجایی که مدیریتی که آخوندها پامنبری هاشون دارن خیلی عقب افتاده و غیر مؤثره، هر چیز بعدی که پیش میاد در ایران بدتر میشه. ولی خب اقتصاد باز کردن در حال حاضر مراقبتی نمیشه، میتونن همه کار بکنن و بازار بازه و این باعث شده که تعداد بیماری کرونا بیشتر افزایش پیدا کنه دوباره. پیش بینی میشه که به اصطلاح این تا صد هزار رسیده بوده در، ولی خب پایین رفته بوده به خاطر این رعایت نکردن فاصله اجتماعی و این نقابی که صورت میزنن جلوی دهنه بگیره که قبلا میگفتن هیچ تأثیری نداره، ولی خب در حال حاضر یک شده که بخش از لباسایی که آدم ها باید بپوشن در امریکا یا در ایران، ولی به خاطر اینکه در ایران رعایت نمی کنن به شدت احتمال این که بیماری کرونا افزایش بکنه و وزارت بهداری البته چنین چیزی رو میگه که احتمال داره این بیشتر خواهد شد به خاطر این رعایت نکردن ها. البته باید ببینیم چه واقعا چه پیش خواهد اومد عملا. خب معمولا پیشبینی ها در این موارد اگه یک تقریبا ثابت شده یک مسائلی در نظر پزشکی که خب این میکروبایی که در فضا هستن اگه کنترلی نشه عده بیشتری بیماری دوچار این بیماری میشن، به ویژه کسانی که سنشون بالاست و خب مشکلات پزشکی هم دارن. درصد این وضعی که از نظر اقتصادی در ایران وجود داره و ما میدونیم که خب تحریم های قابل ملاحظه شده جمهوری اسلامی، البته در اینجا گزارش میشه که جمهوری اسلامی میخواد 200 میلیون دلار کمک کنه به کشاورزی های کوچیک، امیدواریم چنین کارش رو بکنه، ولی با اون تورمی که وجود داره با این بحثی که در ایران از نظر اقتصادی به طور کلی طرد شده از اقتصاد جهانی به خاطر سیاست‌های سیاسی که داره، به خاطر تعریب امپراتوری شیعه‌ای که خاورمیانه داره تعریب میکنه و اصولا کشورهایی که اکثریت سنی دارن و سعی میکنه تبدیل به اکثریت شیعه بکنه، مثل سوریه که خب
سونیا و سونا ترک کردن کشور سوریه و بخشون رفتن به اروپا، بخش قابل مرزشون در لبنان، بخش قابل مرزشون در ترکیه هستن، پناهندش دارن کشورهای اطراف خودشون. در منم چه این جریانی هستش، بخش شیعی که وجود در شیعی دوازده امامی نیستن، ما میدونیم پنج امامی هستش، هفت امامی هستش، ولی با این وجود چون شیعه هستن در یمن میدونیم چه جنگی برپا شده که در عربستان سوری نمیتونن این کار بکنن، ولی خب در نهایت قصدشون هم عربستان سوری هم هست، ولی به خاطر سیاست از اقتصادی تحریم شدن در جهان. خب مردم ایران بعد این مشکلات مالیش تحمل بکنن، این محصول شدن تو قبلا هم صحبت شد درباره این موضوع که این جریان‌های سیاسی که در ایران وجود داره مثل اسلام سیاسی و کمونیستا و در نهایت مصدقی ها اصولاً یک ترکیبی با دنیای قبلی مشکلات خیلی بزرگی دارن و وارد جنگ میشن با غرب اصولا دنیای آزاد و سرمه اقتصادی قابل ملاحظه ایران میخوره که خب مردم ایران تحمل بکنن. و همینطور هم ما برفرض مشاهده کردیم که بین سالهای 40 تا 57 قبل از انقلاب اسلامی موفقیت قابل ملاحظه ایران از اقتصادی داشت، مردم در ذهنشون خیلی خوب شده بود نسبتاً، چون روابط با دنیا آزاد خوب بود و خب این بخشی هستن در ایران که از سیاسی میخوان روابط خوبی با دنیا آزاد داشته باشن به خاطر منافعی که برای کشور میاره و معمولاً اینجوریه. خب شما این با یه نفر در حال دعوا هستین، یعنی نمیتونه احتیاج کمکی ازش داشته باشید، یعنی میخواین از کسی کمک بگیرید، باید دوستانه باش رفتار بکنید. کشورام همینجوری هم وقتی تا وقتی که دوستانه با هم رفتار برخورد میکنن خب به هم یه کمک میکنن، ولی وقتی یه طرف شروع میکنه دشمنانه رفتار کردن و مقررات جهانی رعایت نمیکنه خب شروع میکنه ضرر کردن و تحریم شدن و محتوک شدن، که این وضعیه که خب ایران در دوران حکومت مصدق داشت از نظر اقتصادی. خب حتی این گستردگی نبود، برای صادرات عمدش نفت بود و دیگه نمیتونست صادر بکنه در تمام دوران حکومت مصدق، حتی خیلی کوتاه بود، 2 سال خورده ای بود، ولی در حال حاضر 40 سال طول کشیده این جنگ با دنیای آزاد و اینو چیزیه که یک مسئلهیه که مردم ایران باید توجه بکنن بهش به طور قابل ملاحظه. برای من مشاهده میکنیم برفت چین کمونیست هم که وارد جنگ شده با دنیای آزاد در ترتیبیه، بیریم که تحریم هایی رو داره شاملش میشه، روسیه به شدت تحریم های زیادی رو تحمل میکنه به خاطر اوکراین خاکش رو گرفته و ما به عنوان یک ملت وقتی سیاست پیشمون رو تایید میکنیم یا ردشون میکنیم بعد همیشه حواسمون جمع باشه که این آدم میخواد چه شرایطی برای ایران در دنیا بذاره، میخواد با همسایه‌هاش همش دعوا داشته باشه، با دنیای آزاد در حال جنگ باشه، یا اینکه میخواد باشون در حال بالاخره دوستی باشه، حالا حتی اگه از صمیم قلبم نیست مثل محمد رضا شاه که هیچ به هیچ وجه از صمیم قلبش رابطه با غرب دنیای آزاد نداشت، ولی خب به طور ظاهری هم شده رابطه خیلی خوبی داشت و به خاطر همین هم ایران در اون 15 سالی 10 سالی که بود موفقیت قابل ملاحظه از اقتصادی به دست آورد. خب مردم ایران هم بر زندگیشون خوب شده سودن و من هم یکی از اون نسلی بودم که از این فرصت تونستیم استفاده کنیم از این فرصت و زندگی بهتری برای خودمون درست کنیم. ولی خب مسلمان من میدونم مگه برفرض خمینی در سال 42 برفرض موفق میشد نسل منم از بین رفته بود. خب این شانس بزرگی بود که این نسل آورد و جون سالم به در بود، ولی خب نسل 57 چنین شانسی نداشت.
و این صحبتی که اصولا از تحریم شروع میشه و علت تحریمه. برای در نظر دنیای آزاد مسئله زیادی نداره با کشورهای دیگه جهان، تا وقتی که نظمی که وجود داره در حاضر نمیخوام به هم بریزن و طوری ایجاد جنگ بکنن و ایجاد خطر بکنن. برفرض کره شمالی مردمش از گرسنگی دارن میرن، هی میخواد بمب اتم بسازه، هی موشک میسازه، میخواد چیکار کنیم موشک رو، یه آدم دیوانه ای سر کار رئیس جمهورشه و زندگی مردمش هم به بدترین شکل در آورده، قحطی هم وجود داره توش و کاملا کره جنوبی و برفرض کاملا معکوس کره شمالیه که چقدر اقتصادی موفق، مردمش چقدر سطح زندگیشون بالا رفته و یکی از اقتصادهای مهم جهان هم هستن در حال حاضر. اقتصاد مهم جهان هستش که کشور نشون میده که مردم اون کشور هم سطح زندگی خیلی بالایی دارن، اون چیز عجیبی نیستش. و بنابراین بازم برمیگردیم که این درگیری با دنیای غرب کار زیاد درستی نیست. در صورت از همینطور هم به گفته میشه در بازار سهام ایران خیلی داغ کرده و قیمت ها خیلی بالا رفته سهام و شرکت هایی که معمولا دست دولته بر ترتیب میفروشه سهامشو، البته من اطلاعات دقیقی ندارم ازش. خب این چجوریه؟ این شرکتی وقت سهامش میفروشه حساب دخل و خرجش به سهامداراش میده یا نمیده؟ دولت سهام اکثریت نیگر میداره دست خودش که هر وقت بخواد هر کار بخواد میتونه بکنه، به چه ترتیبیه من نمیدونم، ولی در صورت مردمی سهام رو میخرن و قیمتش به شدت بالا رفته. باور کردنی نیستش، ولی خب مردم با امکاناتی که دارن ازش سعی میکنن استفاده بکنن و امیدوارم هستم که جریان بانک ها که در بهره‌های 25% میدونم بعد شروع کردن ورشکست شدن و تمام پولایی که در اون بانک داشتن مردم از بین رفت، امیدوارم چنین اتفاق نیفته و تا حدودی هم احتیاط بکنن در پولی که میذارن تو بازار سهام. معمولاً 100% نباید باشه، حتی 50% هم نباید باشه، حتی زیر 50% باشه یا 30%، 20%، شما نمیتونید در جایی ریسک بکنید داراییاتون رو. بالاخره اون دارایی عمری کار کردید، زحمت کشیدید، اون رو انباشتید و با یه اشتباه بزرگ همه‌شون برباد میره. از این وضعیه که بازار سهام ایران هم گفته میشه که خیلی در حال بالا رفتنه. البته ما میدونیم که تیمن اسکوئر در چین کمونیست یک سال 92 بوده اشتباه نکنم، دانشجوهای چینی خواستن که در دموکراسی بیشتری باشه، به اسم کمونیست هم حقوق مردم چین رو اینقدر محدود نکنه، حقوق آزادیشون، حق آزادی که دارن، و سرکوب شدن، به دیزاری هم کشته شدن در اونجا. و در هنگ کنگ که خب یک کشور دو سیستم همچون صحبت شد در برش وجود داشتش، همیشه این روز 4 جولای و 4 جون رو ببخشید، بله 4 جون رو سالگردش میگرفتن. یعنی خب امسال چینی کمونیست ایزه نمیده این کار رو بکنن. و از طرف دیگه خب ما میدونیم که قانون جدیدی گذاشتن، قانون امنیتی که گذاشته چینی کمونیست رو میخواد تحمیل کنه به هنگ کنگ، که اونجور که هفته پیش در مورد از صحبت شد تمام امتیازات اقتصادیش از نظر جهانی از دست خواهد داد، به ویژه در مورد امریکا. و از طرف دیگه اینجوری که من دیدم امروز صبح انگلستان آماده شده که برای 3 میلیون شهروندان هنگ کنگ شهروند انگلستان بکنه. خب تقریبا هم سیستمشون انگلیسیه از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، از نظر دموکراسی. خب انگلیسان هست که 100 سال در اونجا
رو اداره میکردن هنگ کنگ و تمام کادرهایی هم که تربیت شدن با اون ذهنیت تربیت شدن، اون ذهنیت انگلیسی در اونجا یه سنتی شده. انگلستان هم میخواد به 3 میلیونشون اجازه بده که شهروند شهر انگلستان بشه. خب طبیعی هم هست، اکثر این جمعیت تکنوکرات ثروتمندن و چون اینکه این پول و این انرژی انسانی وارد انگلستان بشه، بدون شک رشد اقتصادی انگلستان بالاتر خواهد رفت. حتی ما میدونیم که در امریکا هم چنین وضعی وجود داره. برفرض وقتی انقلاب 57 شد و ایرانی های زیادی اومدن به امریکا، تأثیر قابل ملاحظه گذاشتن رو اقتصاد امریکا. معمولا بخش خیلی موفقی هستن از نظر اقتصادی و این کشورهایی که به اصطلاح به اهمیت میدن به اقتصادشون، همیشه این انرژی و پول تکنوکرات ها رو میخوان از کشورهای دیگه که بیان در کشورش، برعکس کشورهای دیکتاتوری که فقط اگه سروزیر باشی میخواند، حتی شهروندان خودشون البته، و هیچ هم از بیرون نمیخوان. صرف نظر از چین کمونیست که یه مقدار زیادی از این نظر عوض کرد سیاستش رو، تو میتونست استفاده بکنه از این تکنولوژی و انرژی خارجی برای پیشرفت صنعتیش که خوب موفق هم شد کاملا. ولی بعضی که از این نظر وجود داره. البته زاکربرگ بنیانگذار فیسبوک، در فیسبوک شما هرچی بخواید میتونید پست بکنین صحبتاتون رو. خب ترامپ هم این کارو کرده، یه چیزی رو پست کرده در اونجا. ولی خب کارکنان فیسبوک معتقد بودن که این باید برداشته بشه چون باش موافق نبود. ولی زاکربرگ گفته من این کارو نمیکنم، برش نمیدارم، چون آزادی بیان هر کسی حق داره بگه، تا وقتی هم که معقول داره حرفش میزنه من نمیتونم بردارم. در اصل نکته جالب اینجاست که رئیس شرکت بزرگ امریکایی مثل فیسبوک که بیلیونز دلار ارزش داره درگیر میشه با کارکنانش و به خاطر دفاع از آزادی بیان. ولی خب این اختلاف وجود داره و ما میدونیم که گوگل همینطور، گوگل هم چنین اعتراضاتی بعضی موقع انجام میشه درش وجود داره و یه چیزی نیستش که بشه ازش فرار کرد. بله. ایزوانیم در این آخر برنامه یک نگاهی دوباره بکنیم به بازار سهام، ببینیم در چه حاله. ببینیم من ببینم پوست هستم. در هفته گذشته امیدیم شرکت های فنگ که معمولا همیشه به افزایش داشتن، ولی در حال حاضر آخرین باری که من نگاه کردم شرکت های فنگ که بعضی زیاد امروز استثنان بعضی خوبی ندارن. از افرای من این به اشتراک بذارم با اتون. همچنین مشاهده میکنید اپل منفیه،
بیشتر از 2 پوینت، آمازون منفی بیشتر از 9 پوینت، فیسبوک منفی بیشتر از 3 پوینت، گوگل هم منفی و نتفلیکس هم منفی، توییتر هم منفی. اصلا تمام این شرکت هایی که معمولا همیشه افزایش های قابل ملاحظه‌ای داشتن منفی هستن. برفر زوم به دیروز فکر میکنم منفی 25 پوینت بالا رفت، امروز منفی 12 پوینت. و اسکوئر که با پلپی رقابت میکنه میریم که منفی بیشتر از 3 پوینت، همشون منفی هن. علتش هم شاید در این باشه که پول زیادی توش مردم گذاشتن. شما 10 تا سهامشو بخریم بعدتر $200 میشه، $2000 خیلی بالاست و به خاطر همین هم $20,000 میشه وقتی در 10 تاشون عوض مال. البته اون مال ببخشید مال آمازونه که اگه بخواییم 10 تاشو الان میشه 24,000 دلار تومن. البته در اینجا به قبل از که من ادامه بدم، رفته پیش این صحبت ها که میشه بعضی موقع اشتباهی لوکین هم میشه، من به صنایع اتو و صنایع هواپیماسازی موتورهای هواپیما رو جنرال موتورز میسازه اصولا، من به اشتباه گفتم جنرال الکتریک میسازه، دارم هم اشتباه دارم، ولی من گفتم جنرال موتورز که جنرال موتور به صدا ماشین میسازه، جنرال الکتریک که هواپیمای موتورهای هواپیما رو میسازه. این اشتباه من کرده بودم، جنرال الکتریک و جنرال موتورز درجه خواستم تأسیش بکنم. در صورت این وضعی که شرکت های فنگ دارن که امروز منفی هن چون قیمت هاشون خیلی بالاست و احتمال زیاد دارن مردم میفروشن که برن شرکت های نفتی و هواپیمایی و هتل ها رو یا قمارخونه های لاس وگاس رو سهام هاشو بخرن. در این لیست که مشاهده میکنن شرکت های داروسازی هستن و وسایل پزشکی خب اندکی منفی هستن، بعضیشون هم مثبته، ولی شرکت هایی هستن که اصولا خیلی هاشون دیویدند نمیدن اصلا و به خاطر همین هم قیمت هاشون هم خیلی بالاست، خب بالای $100 $200 برف از این ریجن اصلا $593 قیمت سهامش، امروز $10 اومده پایین، ولی تا 271 هم پایین رفته بوده به زمانی میبینیم که الان 3 برابر شده، تر 2 برابر شده، بیشتر از 2 برابر شده قیمتش. به ویژه شرکت هایی که تصمیم میکنن که واکسن کرونا رو بسازن قیمتش به شدت میره بالا پایین، معیوس میشن میاد پایین، مثل این مادرنا که اگه بتونم پیداش کنم برای این مادرنا که میبینید قیمتش از $11 تا $87 رفت بالا و تا الان $60، ولی خیلی از این پایین ترم رفته بود، به 40 هم رسیده بود. این یکی از شرکت هایی که تعمیم کنه ویروس تعمیم کنه که واکسن کرونا رو بسازه. به طور کلی وضعشون زیاد خوب نیست امروز. البته عبیدی شکل داروسازی 5% سود سهام میده، ولی امروز هم مثبت رفته بالا بیشتر $2 و کسی میخواد پولش پارک کنه اونجا یه بهره بگیره جای مناسب به نظر میرسه. خب همیشه در بازار سهام این نوسان ها وجود داره. حالت خود داو جونز امروز منفی بیشتر منفی شده، خب من میتونم به اشتراک بذارم برای مثل اشتراک گذاشتم اون رکی بیشتر 65 تو منفیه، نسداک هم منفیه و سمپی فایفاندر هم منفیه. سرفرازه شرکت هایی که صحبت شد در بارشون
پیش از این شرکت های هواپیمایی، شرکت های هتل ها، عمارخونه ها و شرکت های نفتی که خیلی کوبیه شده بودن در یک دورانی، الان دارن وضع خوبی دارن. برفرض شرکت برتیش پترولیوم، شرکت نفت ایرانی سابق که پایین رفته بود، علتش هم این بود که نفت رفت پایین تا 10 دلار هم رسید هر بشکه، حتی میخواستن بفروشن به خصوصی و منفی هم شده بود، حتی چون کسایی که خریده بودن معمولا برای یه ماه بعد میخرن یا دو ماه بعد میخرن، وقتش شده بود و کشتی ها اومده بودن، نفتم بود و طرف نمیتونست بفروشتش، جایی نداشتش ذخیرهش بکنه چون انبارام خیلی گران شده بود و این باعث شده بود که یه پول دستی هم بده، از یه 20 دلار من فرموش کردم دقیقا شاید بشکی بعد میداد به طرف که نفت برداره بره. البته جریان استثنایی بود، مدت طولانی دوام نیورد و دوباره شروع کرد عوض شدن صحنه. اینجور که من شنیدم برفرض هندوستان که خب نفت زیاد احتیاج داره و وارد میکنه بیشتر مصرفشو، داره نفت میخری در همین خارج هم ذخیرش میکنه که چون ارزون شده همه چی، نفت ارزون هر روزه بعد بتونه سر فرصت برداره برای هندوستان. البته به احتمال زیاد چینی کمونیست هم همین کار انجام میده. یک اشتباه بزرگی بود که روسیه و عربستان سعودی کردن چند ماه پیش و تولید نفتشون به شدت بالا بردن و این باعث شد که نفت قیمتش بره پایین. البته خود در خود امریکا برای اولین باره که من مشاهده میکنم که اینا خیلی از تولید نفت در امریکا هم پایین آوردن. شرکت های خیلی چهارشون رو به اصطلاح موقتا بستن، تولید نمیکنن نفتشون، نه جایی دارن که ذخیرهش بکنن و قیمت نفت هم خیلی پایینی و به ضرر باید استخراج کنن و بفروشن. به خاطر همینه که تولیدشون رو بردن پایین. امریکا خب 13 میلیون بشکه در روز نفت تولید میکرد، بزرگترین تولید کننده نفت جهانه و این باعث شده که اصولا بازار اوپک روز به روز کوچکتر بشه، بازار نفت اوپک به ویژه برفرض در با این وجودی که برفرض ونزوئلا نفتی نمیتونه صادر بکنه، لیبی نفتی صادر نمیکنه، ایران هم نفتی صادر نمیکنه به خاطر وجود جمهوری اسلامی، ولی با این وجود تمام این کشورها داشتن با تمام نیرو نفت تولید میکردن. سالهای برفرض 2000 بازم کم بود، به نفت هم رسیده بود بشکه 100 دلار و پیشبینی شد 150 دلار هم هر بشکه برسه، ولی خب میبینیم که چون صحنه تغییر کرد به خاطر تکنولوژی پیشرفته تولید نفت در امریکا و کرکینگ، که اینجور از 8 میلیون بشکه در روز در امریکا رسید به 13 میلیون بشکه نفت. صادرات نفت در امریکا اصولا ممنوع بود در اون زمان، اینقدر نفت تولیداتش زیاد شد نفت و گاز که امریکا، دولت امریکا هم آزاد کرد صادرات نفت رو از امریکا و به ویژه گاز اینقدر تولید میشد، با چون نفت وقتی تولید میشه گاز هم باشه که از بای پروداکتشه، محصولی که باش میاد و اونا خیلی مجانی بود تقریبا به خیلی ها میدادن یا باید میسوزوندنش، خب اونم یه پولی هم به دولت باید میدادن که ایسه بده این گازه بسوزونن. در اصل این وضعی بود که پیش اومده بود در اون موقع. من تصور این وقت من تموم شده، من امیدوارم که این برنامه برای بینندگان و شنوندگان گرامی قابل استفاده بوده باشه. من کامبیز واسطفرز هستم بدرود میگم و امیدوارم هفته خوشی در پیش داشته باشید. جناب بهبهانی بدرود، امیدوارم هفته خوشی در پیش داشته باشید.